دوست عزیز محمد بهروزی تصاویری از دیوارهای میدان فردوسی مشهد رو برامون ارسال کرده که به دستور آخوند علم الهدا امام جمعه جنتکار مشهد اونها رو که با تصویر حماسه های شاهنامه نقاشی شده بود شبونه پاک کردن. خبرگزاری حکومتی مهر نوشت نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد به طول 5000 متر مربع و با موضوع شاهنامه فردوسی یکی از طولانی ترین نقاشی های دیواری کشور پس از گذشت چند ماه از بهره برداری به صورت شبانه کاملا پاک شد. آقای بهروزی از قول دوستش در شهرداری مشهد می نویسه وقتی دیدم دیوارهای میدان فردوسی مشهد رو که منقش به اشعار و تصاویر شاهنامه بود سفید کردن اشکم در اومد. شماهایی که توی شهرهای دیگه یا توی کشورهای دیگه هستین تصورش هم نمیتونید بکنید چند تا دختر و پسر خلاق و هنرمند چجوری از جون خودشون مایه گذاشت و تو آفتاب و سرما با عشق نقش به دیوار زدن و عرق ریختن و ظهر که میشد در پناه سایه درختی با خوردن ساندویچی تجدید قوا میکردن و باز قلم و رنگ و نقش که البته ما همونا رو پشتیبانی میکردیم. من افتخار میکردم که فردا مسافرها و توریست هایی که به مشهد میآیند با این دیوارهای منقش به رستم و سهراب عکس میگیرند و هنر این جوانها جاودانه میشه. شوخی نیست، اجرای 5000 متر مربع نقاشی و شعر از شاهنامه. تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به آقای فلانی توی شهرداری که از رفقاست. گفتم ناصر کی همچین غلطی کرده و این دیوارها رو رنگ کرده؟ گفت هیچی نگو، موضوع سیاسیه. خلاصه اینجوری شهر داد که امام جمعه مشهد داشته میرفت به باغ شخصیش تو شاندیز تا مراسم ارتحال رو برگزار کنه که دور میدون فردوسی چشمش میفته به دیوارهایی که پر از نقشهای شاهنامه و اشعار اونه. آقای علم‌الهدا میگه کی رو دیواره امام رضا شاهنامه فردوسی کشیده؟ براش توضیح میدن که کار شهرداری و یک سری از جوانهای هنرمند مشهده و کسب اجازه از استان قدس کردن. علم‌الهدا میگه غلط کردن کسب اجازه کردن. من اجازه نمیدم توی این شهر مذهبی یک کنسرت برگزار بشه. اون وقت دور از چشم من میان شعر فردوسی می‌نویسن رو دیوار، اونم دیوارهای موقوفی حضرت رضا. خلاصه دستور میده که تا از باغ برمیگرده باید همه دیوارها رنگ شده باشن. دردسرتون ندم. یک نفر توضیح میده که حاج آقا یک عده دختر و پسر کلی زحمت کشیدن برای نقاشی کردن اینا. تا علم‌الهدا اسم دخترها رو میشنوه عصاشو میزنه زمین، میگه اینا رو دخترها کشیدن؟ وا اسلاما، وا مصیبتا، دخترها رو به دیوار پشت به خیابون وایستادن به نقاشی کردن. خلاصه این آقا چهار تا پاشو میکنه توی یک کفش که الا و بلا تا برگشتن از باغ باید دیوارا پاک شده باشه و هر کسی هم که سرپیچی کنه اخراج. و بعد هم میگه روی این دیوارا یا باید وصیت‌نامه امامو بنویسیم یا احادیث ائمه رو. اینطوری میشه که عمله استان قدس شبانه با پمپ به جون دیوارها میافتن و نقاشی ها رو محو میکنن تا فردای اون روز دختران نقاش بغضشون بترکه و چنان گریه کنن که گویی عزیزترین کسانشون از دست دادن. اون چی که مهمه اینه که فاجعه رخ داده و غیر عقلانی و دیوانوار و به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی که فرمود به یزدان اگر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم.